پس از پایان جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران با 4,200,000 هکتار اراضی آلوده در 5 استان مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی مواجه شد که این مناطق در 3 دوره عملیاتی پاکسازی شدند. متخصصان کشورمان که حدود 99% این اراضی را پاکسازی اولیه کردند، باعث ایجاد توسعه و رشد اقتصادی و زیست محیطی در این مناطق شدند. حدود 20,000 هکتار از اراضی هنوز آلوده است، بقیه در دو حالت پاکسازی شده. یکی پاکسازی عمومی است که تا عمق 30 سانتی متری رو به صورت پاکسازی میکنن، هم به لحاظ چشمی هم به لحاظ جستجوی در عمق، و به صورت پاکسازی نیمه عمیق هست که تا 60 سانتی متری رو انجام میدن. در این سه دوره بیش از 4,000,000 مین و ادوات جنگی به جا مانده پاکسازی شد، اما به علت فرسایش خاک و نبود نقشه دقیق از مناطق آلوده، این روند پاکسازی هنوز ادامه دارد. متخصصان دفاعی کشورمان همکنون با انواع ادوات نظامی مانند مینکوب زنجیری، قلتکی، تراکتور زرهی، بولدوزر و انواع تجهیزات در حال پاکسازی نیمه عمیق مناطق عملیاتی هستند. با توجه به اینکه ما یک تجربه بسیار گسترده‌ای رو کسب کردیم، دانش خوبی رو داریم، تجهیزات خوب و سازماندهی خوبی هم صورت گرفته، ما میتونیم در فعالیت‌های بشردوستانه در سایر کشورها بخصوص کشورهای همسایه شرکت کنیم.